تصمیم دارم که پشمی که در پامیر تولید میشه از گوسفندا در واخان در دیگر مناطق بدخشان ما پشم خودی بدخشان را بیاریم ایرا به خواهرای چلگریسمون توضیح بکنیم که لواکی اینا تار جور بکنن. سلام خره غلاس هله د شروع جوړ بو سې موږ د بدخشان ولایت جرم لسوالی ترغلیو دلته چې تاسو دغه څه قالین بافی چې ورته وای یو کوچنی کارخونه ده او په دې ځکه میرمنې په کار بوختي او دغه څه چې جوړ شوې دي د همدې میرمنو په لاسونو باندې جوړ شوې دي او هغه نور مرحله لا پاتې ده. له دوی سره غږیږو تمه ده چې تاسو رسره خبرونه واوري. د بدخشان په یوه لری پرتیو لسوالی کې د قالین اوبدل هنر هغه چی ګڼ میرمنې پکې په کار بوخت دي. دا د جرم لسوالی اړوند یو کله دی او دغه میرمنو ته د قالین اوبدل لپاره یو خون کې د کار زمينه برابر کړې ده. محمد ظاهر له کلونو راهیسې د قالین اوبدل کاروبار مختوړي. هغه وایي نیمه ورځ په خونځي کې کوچنیانو ته زده کړې ورکوي او له هغې وروسته بیا دلته په یوه کور کې میرمنو او انجونو ته د قالین اوبدلو برخه کې روزنه ورکوي. از یکی ما تقریبا د سالهای گذشته تقریبا یک 20 سال 18 سال پیش در کشور پاکستان 8 9 سال در مسلک قالین کار میکردم و قالین بافی را ما از امو ابتدا تمام مراحلش را به صورت مسلکی یاد دارم. در ضمن از اینکه باز در این سالهای پسان معلم تعیین شدم، فعلا معلم برحال هستم. در بر معلم بودنم تصمیم گرفتم که اینمی هنر قالین بافی را مده ولسوالی جرم بالاخره آیسه آیسه در ولایت بدخشان نهادینه بسازم برای مردم یک کار پیدا بکنم و ما تلاش کرده باشیم که حداقل یک قشر غیر فعال جامعه ما نتانسته باشیم فعال بسازیم. برای همین نیت کار شروع کردیم تقریبا در اوایل حمل سال 1399. مسیح پای دستگاه فلزی را از کابل و کمک آیش سبی نهیم که یکی از تجارای قالین هستن آوردم، چون در پاکستان هم که بودم در شرکت آیش سبی نهیم کار میکردم، با اونا شناخت داشتم. به اساس همون شناخت قبلی ما پیش آیش سبی نهیم رفتم و برشان گفتم که میخوام قالین بافی رو در بدخشان مروج بسازم، شما با من چی هم کاری میکنین؟ باز اونا گفتن که ما یک چند پای دستگاه برات میتیم، یک مقدار مواد خام تار و گراف گپا براتون میتیم، شما برین در بدخشان تربیه شاگرد شروع بکنین. آهسته آهسته که قالین بافای شما مسلکی شدن گرفت، یاد گرفتن. باز انشاءالله خدا مهربان است که کم کم حمایتتون بکنیم و بتونیم به هدف که داریم برسیم. محمد ظاهر وایي هڅه یې دا وه چې خپل کاروبار ته ډیره پراختیا ورکړي، خو د ځینو ستونزو له امله په دې ونه توانېده چې موخې ته ورسیږي. دا مهال له ده سره په دوو فابریکو کې څه د پاسه سل تنه میرمنې د قالین اوبدلو برخه کې په کار لګیا دي. وایي پلان لري چې د میرمنو نورې ډلې هم په دغه برخه کې وروزي.
در همین مدت 3 سالی که ما کار کردیم برادر، ما 85 متر مربع قالین از ولسوالی جرم و ولسوالی بارک که دوج هم مرکزی کار داریم، 2 مرکزی آموزشی است، یک تایج از پیشی روتان، یک تا بارک داریم. تقریبا 50 چند نفر کارگر دوج داریم، 40-50 نفر از همشرا دایج داریم که دوتایی ما کار میکنن. برای فعلا دایی کارخانه که شما بینید 30 نفر همشرا، 15 نفر حاضر هستن، 15 دیگه شما بعد از وقت حاضر میشوند. در همین مدت 3 سال ما در همین 2 ولسوالی تانیستیم که 80 چند متر مربع قالین تولید بکنیم و ما مارکتای کابل صادر بکنیم. برای فعلا مواد تار و ایگپامون ما از کابل میاریم، اما تصمیم داریم در همین روزا چند پای ماشین پشم ریشی و ایگپا را در بارک کم کم سرش کار کرده رو ایستیم. واخان زیبا کو پامیر د دې ولایت هغه سیمې دي چې د وړو مالونو برخه کې په ځان بسیا دي. محمد ظاهر پلان لري چې د دې وړ مال له وړیو ګټه پورته کړي او د قالین تار له همدې وړیو لاسته راوړي. تصمیم دارم که پشمی که در پامیر تولید میشه از گوسفندا در واخان در دیگه مناطق بدخشان، ما پشم خودی بدخشان را بیاریم، این را به خواهرای چلگریس من توضیح بکنیم کلیوکی اینا تار جور بکنن و امی تاری را که اینا جور میکنن. تصمیم ما همیست که توسط خروسک چارمغ، گل سیچگ، ریشه تاران، انواع و اقسام بوته هایی که در بدخشان در کوه ها، در دشت ها، در باغ ها به صورت فراوان پیدا میشوه، اما امروز هیچ نوع استفاده از او صورت نمیگیره که اونا خودشان رنگ قالین هستن. انشاءالله که در برنامه بعدیمون ما پروگرام منامیست که مواد خام از خود بدخشان تهیه بکنم و با مارک و تاپه بدخشان به بازارهای داخلی و خارجی سرازیر شود. این آخرین دوربینای هدفیم است، اما نظر به مشکلات هایی که داریم تا امروزی که ما کار کردیم هیچ نهادی برای ما کدام کمک همکاری نکردن. تنها در سال گذشته یک برنامه به نام برنامه اسیبا در بارک آمدن، 30 نفر شاگرد ما را مورد به اصطلاح تحت پوشش قرار دادن، برای مدت 3 ماه یک مقدار معاش تشویقی برشان پرداخت شد. د قالین عبدالو سربیر په دې کارخونه کې جای نماز، د موټر سیټ پوښونه او داسې نور توکي هم مبدل کیږي. دغو میرمنو ته د زده کړې لومړی پروسه له کومه ځایه پیلیږي؟ دیگه این یه قالینایی را که شما میبینین، این یه قالینا را ما به نام گلیسنگ میگیم یا قالین گبه هم گفته میشه، خواه که اینا گیراف نداره. شاگردی که نویاد میشینن برای یاد گرفتنش اینمی قالین است، چون گیراف نداره که خراب بکنه. گیراف قالین مشکل است. باز اینه قالین که هست که خورم و گیراف هم بوده، این اینا که هست باز از روی گیراف کار میشه و یک کمی شاگردای من که درجه به اسلام و استعدادشان بالاتر رفته کار را زیادتر یاد گرفتن، باز قالینای گیراف برشان دادیم، این اینا را کار میکنن. که ما قالین گیراف هم زیاد کار کردیم، گیرافایی که در دیوالون هست میبینین، همه گیراف ها قالینش تولید شده به کابل روان کردیم، باز گیراف بیکار شده اجا میخ کردیم. دلتا پا کار بوختی دا میرمنی او انجون وایی دلاسی صنایو برخه که دی حکمات او اروانده بنسوتونا دا دوی ملاتر رو کری چو دوی خپلو تولیداتو تا پراختی آور کری. مدت 3 سال میشه که ما همه پروژه را استاد برای ما گفتن، ما را آمدیم و دمی قالین بافی خود ما را شریک کردیم. اولی که ما آمدیم به اینجا کار در اینجا این قسم سری نبود، ما در خانه همان شروع کردیم این کاره، ما تانستیم که یک ده قالین چی تهیه کنیم و بفرستیم به اینجا. و دیگه بعدش دستاوردی که ما داشتیم همین بوده که تونستیم این قالینا را از خانه، دستگاه را از خانه بیرون بیاریم. دستگاهی بود که خودمان ساخت دادیم، این رقم چوبی، و دستاورد ما این بود که ما تونستیم این قالینا را از خانه بکشیم و بیاریم به اینجا. در اینجا که توسط یعنی در خانه نفر کم بود، تونستیم بیاریمش به اینجا، چندین نفر دیگر هم با خودمان شریک بسازیم. و دیگه وقتی که به اینجا آوردیم تعداد نفرایی که ما داشتیم بیشتر شد. و دیگه و اما در بگوی که ما کدام چیزی مالی شداشیم و یعنی کدام کمک مالی برای ما شداشه، هیچ کمک تا و هنوز برای ما نشده، اما ما به خاطر ای که هنر است و صنعت کشور ما است، به خاطر خواستیم که در این پروژه خود ما را شریک بسازیم.
این رسه مدت 3 سال میشه که کار میکنیم. دیگه ما فقط قضا از اولاد داریم که کمی به ما کمک کنن. کس با درامیج یاد گرفتیم؟ آه بله، در پیش استاد زاید یاد گرفتیم. البته باید زیاد باشه دیگه، زن ها زیاد بیکار هستن، باید دستگاه های زیادی تهیه شو که زیاد زن ها کار کنند این رسه. کو تاسو په بدخشان ولایت جرم ولسوالۍ کې د قالین بافۍ هغه کوچنی کارخونه کې د خلکو کار او روزګار او د دې ترڅنګ د دوی هغه ستونزې چې دوی سره مخ دي په لویه کې غوښتنه د دوی داده چې مالی ملاتړ وشي تر څو پورې دوی د خپل صنعت ته لا پرمختګ ورکړي او تر اوسه پورې د دوی د معلوماتو له مخې چې هیڅ همکاري ورسره نه ده شوې. تمه ده چې تاسو د خبرونه رسېدل اوسئ. تر بلې خبرونې د خدای په امان. پژواک خبري آژانس د پیښو رښتینې هنداره.